در این برنامه 20 نقاشی توسط گروه نقاشان انستیتوت استاد کمال دین بهزاد در دیوارهای شهر نقاشی شده است. مسئولان برگزار این برنامه میگویند که هدف آنها مبارزه با خشونت علیه زنان و کاهش میزان خشونت علیه زنان است. عبدالقدیر اسلمزاده یکی از نقاشان این برنامه میگوید که با راه اندازی این برنامه در تلاش برای آگاهی دهی مردم از پیامدهای ناگوار خشونت علیه زنان هستند. هدف اصلی به خاطر از بین بردن محو خشونت علیه خانم ما هست و ما هم خواستیم به نوبه خود گام مثبت برداشته باشیم در این راستا و مدت 4 روز روی تقریبا 10 اثر هنری کار شده که دیوارها نصب شده و ای که امروز حالا خب شما هم شاهد از این نصب و نقاشی دیوارها شما بودین که از اون فعالیت صورت گرفت. ازدواج های زیر سن، خشونت های لفظی، ضرب و شتم زنان و دختران از جمله موضوعات است که سوژه های بیشتر نقاشی های این برنامه قرار گرفته اند. شماری از اشتراک کنندگان در این برنامه میگویند که این گونه برنامه ها می تواند در زمینه کاهش میزان خشونت علیه زنان و آگاهی دهی موثر واقع شوند. اگر تعدادی از قریه‌جات یا اطراف هرات برین، اگر خواسته باشین متن کتبی بری از اونها بگذارین یا دیالا بنویسین، فکر نکنم اون تاثیرات داشته باشه. تاثیرات مثبت تابلوی نقاشی داره. خیلی واضح میتونیم ما موضوعات خشونت توسط تصویر نشون بدیم برای مراجعین یا مردمی که میبینن این تابلو، تاثیرات خیلی مثبت داره. امروز که من شاید از هستم که خود همی نقاشی که رو دیوار شده خشونت علیه زن ها، من فکر میکنم که 40-50% تاثیرگذار باشه، چون من از طریق رسانه ها و بعضی چیزا دیده بودم همچون برنامه های درباره خشونت علیه زن ها صورت میگیره و پخش میشه و تاثیر رو آقای من خیلی کمتر میبینم و من فکر میکنم که این هم تاثیرگذار باشه، ولی 50-60% اگر بتونیم ما همی نقاشی گسترش بدیم در سطح هرات و هر جا ما یک نقاشی داشته باشیم، فکر میکنم تاثیرگذاری باشه و ما میخواییم که برای همین آقایان و یک ورکشاپ یک سمیناری به خاطر همین خشونت علیه زنها برقرار بشه. من خودم چند روز میشه که شاید دزه هستم که تنها نه به هرات، در تمام ولایت ما خشونت میبینم. چند روز پیش خودم مثلا شاید دزه بودم، یک زن به خاطری که 3 طفل دختر آورده بود، مرد یا همسر از او طلاق داده بود. برگزار کننده اصلی این برنامه اداره امور زنان ولایت هرات است. مسئولان این اداره میگویند که با راه اندازی این چنین برنامه ها در تلاش برای مهار خشونت علیه زنان در این ولایت هستند. ما به این باور هستیم که این پیام ها چون ماندگارتر هست و در مسیرهای نقاشی شده که مزدحم هست و مردم زیادتری عبور و مرور میکنه و میتونه این پیام ها دریافت کنه و تصویر هم انتقال دهنده پیام های زیاد میتونه باشه و از این طریق در واقع هدف ما این هست تا از این طریق بتونیم پیام در طولانی مدتر انتقال بدیم تا تغییر ذهنیت ها با گذشت زمان ایجاد بشه و بتونه بر کاهش خشونت ها تاثیر داشته. در سالهای اخیر برنامه‌های گوناگونی در راستای کاهش میزان خشونت علیه زنان راه اندازی شده است، اما این برنامه‌ها به گونه‌ای که انتظار می‌رفت تأثیر قناعت بخشی در پی نداشته و تاکنون هم آمار خشونت علیه زنان در سطح بلندی گزارش می‌شود.